سلام میهن گرامی. هفتم آبان ماه روز جهانی کوروش بزرگ، هم میهنانمان در درون ایران و در پاسارگاد در کنار آرامگاه پدر ایران زمین نسبت به کوروش هخامنشی ادای احترام میکنند و همزمان ایرانیان مقیم لس آنجلس روز یکشنبه 28 اکتبر یک گرد همایی و رژه ملی را به همین مناسبت و در پشتیبانی از خیزش رهایی بخش ملت ایران برپا می دارند. کمیته برگزار کننده این رژه بزرگ از همگان دعوت می کند تا در این آیین ملی شرکت نمایید. پاینده ایران برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران. داشتن خانه زیبا رویای نوجوانی همه ماست و تحقق این رویا فقط با خواستن و مشورت با راهنمای آگاه و دلسوز. فرشته عزیزی همراه با تیم مجرب و آزموده در کولدوب بانکر با آگاهی کامل از بازار ریال استیت، با تجربه خرید و فروش صدها ملک شخصی و تجاری، رویایتان را به واقعیت پیوند می‌دهند. خواستن از شما کلید خانه‌تان به همراه لبخند از ما. تلفن تماس 818 679 5411. عجبا دورترین ها همه نزدیکترین اند به من. آنچه دور است همین نزدیکی است، آنچه نزدیک چه دور است من. سلام بر دورهای بسیار 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 نزدیک. هموطنان ما در ایران، مردم ایران، ولی متاسفانه ما در اینجا کسانی داریم که خیلی نزدیکن. نایاکی ها رو نگاه کنید، ولی خیلی از ما دورن. دورترین ها همه نزدیکترین اند به من. آنچه دور است همین نزدیکی است، آنچه نزدیک چه دور است من. قلب ما با این مرد پدر فرشید حکی، یک دکتر رشته اقتصاد، استاد دانشگاه که او رو مسله کردن، قطعه قطعه کردن، بعد به آتش کشیدن، او رو کشتن. تمیان این پدرش، این پدر اوست، پدر اوست. و قیاس بکنید رسانه های ایرانی رو در پیام رسانی، خبر رسانی، اطلاع رسانی درباره آقای جمال قاشقی که همه ما قتل او رو محکوم میکنیم و قتل فجیع و سوزاندن هولناک یک فعال محیط زیست، یک ژورنالیست اقتصادی رو، یعنی آقای فرشید حکی رو. اما اجازه بیبری به خیابان‌های تهران این صحنه رو نگاه کنی. امیر سلیمانی فرستاده لحظاتی پیش، نگاه کنید. برخورد یک دختر جوانه با یک بسیجی. بفرمایی بگیم برای چی من رو من بلند کنم؟ چون با این وضعیت اومده بیرون. وضعیت هم مگه چیه؟ بی حیاییه، بی شرم. بدون روسری بی حیام؟ ولی تو کلاس قرآن ترتیب بچه‌هاتون رو میدن، اونجا حاج آقا سعید طوسی بی حیایی نمی‌کنه. تو دبیر خب به منم کار نداشته باش. به منم کار نداشته باش. من خانواده ندارم. کی میگه؟ شرم و حیا خوب. شرم و حیا برو به آقای سعید طوسی درس بده. خب به منم کار نداشته باش وقتی به اون کار نداری. شما مرد نداری؟ نه ندارم. مثلا تو این مملکت مرد نمی‌بینم. دنبال من افتادی میگی مزاحمت
میشن، تو خودت مزاحم منی. حیا کنیم بابا، مملکت تو کثافت کشیدی، مملکت تو کردی فاحشه خونه، شیرکش خونه، دست از سر کله من بردار. همین الان من بیافتم ببینم ارزش من بیزه چپ توه. تو میخوام نه بیزه چپ تو چطوری میخوای بیزری سریف کنی؟ نه ندارم، مثل تو میبوتم، مثل تو میبوتم، میفهمی؟ مثل تو با همه آخوندهای عوضی. خب همین الان ارجمند دوباره جنجال جدیدی در اروپا به پاست و خیلی ها از خودشون میپرسن چرا گروه های راست دائما دارن تقویت میشن. امروز حادثه در فرایبورگ رخ داده که مردم رو تکون داده. من مطمئنم در فرایبورگ هم همون اتفاقی میفته که در برخی دیگه از شهرهای اروپا رخ داد علیه خارجی ها. هفت سوری، هفت شهروند سوری به یک دختر 18 ساله آلمانی تجاوز کردن، تجاوز دست جمعی. دخترک اول با یک پسر 21 ساله سوری بوده، پسر او رو به حاشیه جنگل میکشونه، این محل وقوع جرم عمیانانم، و بعد از تجاوز دوستان خودش رو هم صدا میکنه. یکی بعد از دیگری به این دختر 18 ساله تجاوز کردن، جنجالی به پا شد. این خبر نخست پرتیرارترین نشریه اروپاست همیهنانم، و خب به همین علته که راستا در لهستان تقویت میشن، راستا در اتریش تقویت میشن، راستا در ایتالیا تقویت میشن، راستا در آلمان تقویت میشن، تا اونجایی که احزاب سنتی رو به چالش میکشن، احزابی مثل حزب نیرومند سوسیال دموکرات با یک سابقه طولانی از قرن بیستم تا به امروز. این نتیجه و متاسفانه جنایاتی از این دست که داره هر روز رخ میده، هر روز تجاوز. فکر کنید هفتم در قلب اروپا به دختر. بیشترین رنج رو ایرانی ها متحمل میشن، چون بیشترین صدمه رو اونها تحمل میکنن. در این حال همه آمارها نشون میده و همه شواهد حاکی است که ایرانی ها بیش از هر مردمان دیگری سعی کردن خودشون رو با مقررات و قوانین اروپایی همپا کنن. در برنامه امروز با کی هستیم؟ آقای دکتر آقای حسن دایی عزیز، آقای دایی پژوهشگر سیاسی در کنتیکت. دیروز یک نظرسنجی داشتم در رادیو، گفتم آقای ایرج نبوی طنزپرداز میگه من میبخشم و فراموش میکنم، آقای گنجی میگه نمیبخشم اما فراموش میکنم، آقای دایی میگه نمیبخشم نه فراموش میکنم. آقای هولاکویی هم من نظرسنجی کردم یه روز قبلش، دیروز هم با دکتر کاظم علمداری جامعه شناس سرچنجی کردم، ده‌ها تن آمدن روی خط و نظراتشون رو گفتن. جالبه نظر آقای دایی نمیبخشم نه بیش از 98% تکرار شد، بیش از 98%، نزدیک به 99%، و این نشون میده که واقعا کاری که با مردم ایران کردن هولناک بود، هولناک. از آقای دایی پرسیدم که شما که با مجازات اعدام مخالفید، گفتن 100% مجازات اعدام باید در تمام جهان برچیده بشه. آقای دایی درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. آیدایی مجازات اعدام باید برچیده بشه نیست در ایران؟ بله من فکر میکنم همه جا باید، همه جای دنیا. برای نظری که شما دادید من نمیبخشم و فراموشم نمیکنم بیش از 98% هوادار داشته، یعنی تکرار شده، دائما تکرار شده. خب همینم آیدایی عزیز، اولا اتفاقاتی که در ایران افتاده، این آتش زدن یک استاد رشته اقتصاد، استاد دانشگاه، به نظرم خیلی هول‌انگیز بود، و اما بازتابش در جهان تقریبا صفر بود. من جایی ندیدم جز برخی نشریات ایرانی، نشریات ایرانی هم بیشتر توجهشون به جمال خاشقچی بود. قبل از اینکه بریم برسیم به بحث اربعین، چون اربعین در راهه، میخوام نظرتون رو خیلی کوتاه در این زمینه جویا بشم و بریم سر بحث هستی. بله، عرض کنم که دو مسئله هست در این رابطه. یکی همین نکته که شما اشاره فرمودید که چرا وقتی به جنایات جمهوری اسلامی میرسه در اروپا و آمریکا حساسیت زیادی ندارن، عکس العمل نشون نمیدن،
یا حتی متاسفانه هستن خیلی از رسانه ها که روزنامه نگاران مقاله نویسانی که وابستن به نوعی به جمهوری اسلامی دفاع میکنن، میندازن گردن یکی دیگه، توجیهش میکنن. چرا؟ چرا وقتی که به عربستان میرسه به این میزان میبینیم که رسانه ها فعال هستن در مورد جمهوری اسلامی سکوته؟ این یه مسئله. دوم خود رفتار جمهوری اسلامی. ببینید ما توی یکی دو ساله خب دیدیم که تظاهرات صنفی زیاد بود، معلمان، بازنشستگان، کارگران، کسانی که تمام اموالشون و پسندازشون رو دست دادن تظاهرات میکردن که آرام آرام به جنبش سراسری دیماه سال گذشته تبدیل شد و بعد از اونم ادامه پیدا کرده. معلمان، کامیوندارا به ترتیب تظاهرات هست. این رو ما میبینیم. خب دیدیم هم که خب نزدیک 100 نفر شاید توی این مدت کشتن اینها، یه تعدادی هم شنیدیم دستگیر میکنن، ولی این وجه به اصطلاح آشکارشه، پنهان شما نمیبینیم که دستگاه عریض و طویل سرکوب در جمهوری اسلامی چه بساطی را انداخته. هزاران نفر رو دستگیر و محکوم کرده، تبعید کرده، سراغ دانشجو میرن، سراغ فعالی میرن. یعنی دیگه مثل سابق برخورد نمیکنن که وقتی یک تظاهرات میشه با چوب و چماق و زنجیر و غمه بریزن و دستگیر بکنن یا بکشن. سعی میکنن از سیستم سرکوبشون برای اینکه رهبران این تظاهرات ها رو دستگیر میکنن، کسانی که میدونن فعالن رو شناسایی و دستگیر میکنن. یعنی یک کار وسیع سرکوب رو دارن اینا جلو میبرن. همزمان با اون واقعا یه تحولات نگران کننده هم هست. یکی در خارج کشور که نشانه هایی از تصمیم جمهوری اسلامی برای ترور و بمبگذاری مخالفین شروع شده، دو نفری که در آمریکا دستگیر شدن، دیپلمات جمهوری اسلامی و دو نفر دیگه که در اروپا به تام توطئه برای بمبگذاری در پاریس، اینها دستگیر و محکوم دارن میشن. اینا همه نشانه هایی که در خارج کشور، در داخلم این ربودن دکتر حکی و آتش زدنش به این ترتیب، این میتونه نشانه هایی باشه که جمهوری اسلامی به یه جای رسیده که باید اینها رو اندر خودش فکر میکنه فایدهش در اینه که شروع بکنه. چون بالاخره جمهوری اسلامی که ترور و سرکوب و کشتار رو در داخل و خارج رو که تعطیل نکرده، ولی چون بهای سیاسیش چه در خارج و چه در داخل بالا رفته بود، سر قتل‌های زنجیره‌ای در داخل و ترورایی که در سراسر اروپا میکرد بعد از میکنوس، بهای دیپلماتیک و سیاسیش بالا رفته بود، موقتا متوقف کرده. الان ممکنه به جایی رسیده این نشانه‌های نگران کننده اینه که جمهوری اسلامی لازم میبینه برای ترساندن مخالفین، برای روحیه دادن به نیروهای خودی، بگه باشه علارغم این هزینه هاش فایدهش برای من مورد نیازه، باید شروع بکنم. این میتونه نشانه های این باشه. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ اینه که با افشاش در داخل و خارج به ویژه هزینه رو ببریم بالا برای جمهوری اسلامی. این رو باید رسانه‌ای کرد، باید مرتب گفت، نگذاریم عادی بشه، نگذاریم در زیر خبرهای مربوط به خشوقی و دیگران پنهان بشه. این رو باید مرتب بگیم که بهاش برای جمهوری اسلامی کاملا بره بالا. تشکر میکنم. آقای دایی، 4 نوامبر و 6 نوامبر انتخابات ایالات متحده آمریکا، آغاز تشدید تحریم ها، بین اینها ارتباطی وجود داره؟ خب 100% وجود داره. عرض کنم که دو نقطه عرض میتونه باشه. 4 نوامبر و 6 نوامبر انتخابات، 4 نوامبر شروع دور جدید تحریم هاست. خب در مورد تحریم ها باید در هفته آینده صحبت خواهیم کرد، بیشتر باید مرتب صحبت بکنیم. یک کارزار یکی از طرف آمریکا شروع شده برای فلج کردن اقتصاد جمهوری اسلامی. از طرف مقابلم جمهوری اسلامی سعی میکنه از تمام اهرم هایی که در اختیارش، شکاف بین اروپا و آمریکا، قاچاق نفت و غیره، استفاده بکنه برای مقابلش. خب ما این رو باید رصد بکنیم، ببینیم آمریکا چه اقداماتی میکنه، چه میزان موفقیت داشته، کجاها به بنبست میخوره، کجا متحدینش یا دیگر کشورها رعایت نمیکنن. میبخشید، در مقابل جمهوری اسلامی چه کار میتونه بکنه، وعده هایی که اروپا میده چقدر محقق میشه. همه اینها رو باید ما مرتب بررسی بکنیم.
میتونه خیلی مهم باشه. به این معنا نیست که داشت مثلا 4 نوامبر یک بار همه چیز تغییر بکنه، نه، وارد یک پروسه جدید خواهیم شد. آمریکا میتونه مجازات بکنه کمپانی هایی که با ایران داد و ستد میکنن. ما وارد یک دوره بسیار حساسی میشیم و باید اینو رصد بکنیم. تاثیرش میتونه چقدر باشه؟ علارغم بالا و پایین هایی که ما میتونیم در نظر بگیریم، بگیم حد اکثر تحریم کجاست، حد اقلش کجاست، در وسط اینها اون چیزی که واقع داره انجام میشه رو هر لحظه رصد کنیم. تأثیرش روی اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی، واقعا ورشکسته، که آخوندی وزیر سابق را گفته بود که هیچ پروژه‌ای برای حل مشکلات بحران‌های عمیق اقتصادی در کشور وجود نداره و واقعا هیچ راه حل نداره. خب بنابراین ما باید رصد بکنیم میزان موفقیت تحریم‌ها رو و تأثیرش روی اقتصاد. دو سوال اساسی که ما باید همواره پاسخ بدیم اینه که یکی، چقدر آمریکا موفق میشه در اجرای این تحریم‌ها، به چه میزان؟ همش باید این رو ببینیم با توجه به روابطی که با اروپا و چین و بقیه داره، چقدر میتونه این رو پیش ببره. سوال دوم اینه که به همون میزانی که موفقیت داره چه تأثیری روی حکومت میذاره؟ آیا حکومت میتونه با این بحران‌های عظیم اجتماعی سیاسی و این ورشکستگی اقتصادی در حالی که جنبش مردم در خیابان‌ها هستن، آیا میتونه یک دوره رو از سر بگذرونه به سلامت، میتونه به قول خودش از این طوفان عبور بکنه؟ نه، این دو سوال اساسی است که ما باید جواب بدیم، میزان موفقیت تحریم‌ها و اینکه آیا جمهوری اسلامی میتونه سالم بیرون بیاد ازش یا نه. تشکر می‌کنم. آقای انتخابات میان دوره‌ای آمریکا در راه، اگر ترامپ بازی رو ببازه، یعنی اکثریت سنا مثلا نصیب دموکرات ها بشه، که خیلی ها میگن نه امکان نداره، ممکنه حتی یک کرسی هم اضافه بشه، یا دموکرات ها موفق بشن مجلس نمایندگان رو از آن خودشون بکنن، ترامپ یا ببازه یا ببره. اگه ببازه چه خواهد شد؟ بر سر تحریم ها چه خواهد آمد؟ اگر بازی رو ببره چه خواهد شد؟ بفرمایید. عرض کنم که به اعتقاد من نقطه عطفه در هر دو صورتی که شما اشاره فرمودید به نظر من خیلی مهمه. در مورد سنا درست میفرمایید، اکثر کارشناسا و پیشبینی ها اینه که این یک سوم از سناتورهایی که الان برای انتخابات وارد شدن، چون هر دو سال یه باری تمام اعضای کنگره بعد مجددا انتخاب بشن، ولی در مورد سنا چون دوره 6 ساله است هر دو سالی یک سوم سناتورها میرن. امسال این دوره مجموعا اکثریت سناتورهایی که برای انتخابات رفتن در ایالت‌های جمهوری خواه هستن یا ایالت‌هایی که آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری با آرای خیلی بالایی انتخاب شده، اکثرشون در اونجا هستن. بنابراین شانس این که سنا رو از دست بدن خیلی کمه. این یک احتمال، این که ممکنه یکی دو تا دیگر هم بگیرن، ولی تاثیر جدی نداره. مهم تعدادی، مهم اینه که اکثریت رو در سنا نگه میداره یا نمیداره. در مورد مجلس به نظر میرسه که بیشتر به این باورن که احتمالاً ممکنه دموکرات ها ببرن. هنوز مشخص نیست، فاکتورهای بسیار متعددی بازی میکنه، 11 روز هنوز فرصت هستش. چه دسته و گروهی میتونه بیشتر بسیج بکنه حرف اول رو میزنه و این رو باید در روزهای آینده ببینیم چه تحولاتی میشه نمیشه، ولی به نظر میرسه که احتمال داره که ببرن. اگر نبرن، یعنی هر دو مجلس و سنا رو آقای ترامپ نگه داره، طبیعتاً دستش برای اجرای همه سیاستاش، چه سیاستهای داخلی و خارجیش، بازتر میشه. در حقیقت یه مهر تایید گرفته، پشتیبانی گرفته، قویتر خواهد شد در اجرای سیاستاش. تأثیرش در رابطه با جمهوری اسلامی اینه که خب دستش برای به اصطلاح اعمال تحریم ها و اینکه خب متحدین آمریکا هم که تردید ممکنه داشته باشن وقتی آقای ترامپ پشتش گرمه و احتمال اینکه حتی دو سال دیگه مجددا رئیس جمهور بشه هست، خب طبیعتا همراهی بیشتری خواهند کرد. یعنی اجرای تحریم ها یا پیشبرد سیاست ضد جمهوری اسلامی از طرف آمریکا جدیتر انجام خواهد شد. اما اگر ببازه، مجلس رو ببازه، ایشون تأثیرش به طور به اصطلاح بنیانین اینطور نیست که یک بار سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی عوض بشه. مجلس هم ضد جمهوری اسلامیه، ولی اتوریته آقای ترامپ کم میشه، نشانه های شکاف پیدا میشه، نشانه این که بالاخره این دوره ای که ایشون و خیلی های دیگه در خیلی از جاهای دنیا
رو به جلو رو به پیروزی بودن ممکنه داره شروع به کاهش پیدا میکنه، ممکنه ایشون دو سال دیگه هم رئیس جمهور مجددا نشه. اینجوری این ضعف اتوریته در اعمال سیاستهاش تأثیر خواهد گذاشت به مقداری. من معتقدم که به طور کلی چه برد چه باختش اثرش محدوده. نباید فکر کنیم که به اصطلاح خیلی مثلا تحریم ها، ما میگن شروع تحریم ها یه نقطه عطف بسیار مهمه، تأثیراتش خیلی جدی رو اقتصاد ورشکسته جمهوری اسلامی. در مورد انتخابات آمریکا من اعتقاد ندارم در صورت باخت آقای ترامپ سیاستش در رابطه با جمهوری اسلامی به نظر من تضعیف خواهد شد، در این تردیدی نیست، ولی به میزان خیلی کم، به میزان شاید 20% 30% دستش بسته تر میشه. اروپا ممکنه جری تر بشه در اینکه در مقابل آمریکا بیسته، این اقدامات ممکنه پیش بیاد. ولی نباید فکر کنیم یک بار سیاست آمریکا در رابطه با جمهوری اسلامی دگرگون خواهد شد، ولی 100% آقای ترامپ رو تضعیف خواهد کرد، تضعیف در پیشبرد همه سیاستاش من جمله در رابطه با جمهوری اسلامی. برابری یک نقطه عطف، ولی میزان تاثیرش رو نباید از حد به اصطلاح بیش از اندازه تصور کرد. این رو در مقایسه با اون یکی نقطه عطف باید اندازه، این یکی محدودتره، اون یکی جدیتره. اندی بود به وقت لس آنجلس. نگاه کردم که آقای ترامپ در واشنگتن دوباره موضوع تشدید تحریم ها علیه حزب الله لبنان رو اجرایی کرده طی فرمانی. این به نظرم خیلی با معناست آقای دایی، نیست؟ بله، این هم در رابطه با حزب الله هم دوباره، حالا شاید دفعات بعد بیشتر صحبت کنیم. حزب الله یکی از مهمترین معضلات آمریکا بوده، چه در دوره آقای بوش، در دوره آقای اوباما و چه الان. خب قوانین تحریم و اینها هم زیاد گذروندن، ولی به اجراش که میرسید مشکل پیدا میکردن. بالاخره اگه بخوام واقعا حزب الله رو تحریم کنم، بعد کل سیستم بانکی لبنان و کل دولت لبنان رو هم تحریم بکنم، مشکلات زیادی دارن. اروپا حزب الله لبنان رو تروریستی نمیدونه، شاخه نظامیش رو تروریستی میدونه، خود حزب الله رو نمیدونه. اینم از معجزات. بنابراین مشکلات زیاده. اما اون به اصطلاح مقابله ای که داره آمریکا، که در دوره آقای اوباما هم بوده، الان جدیتر شده در رابطه با حزب الله هست، فقط این ظاهر قضیه یا نوک کوه یخی که گذراندن قوانین در کنگره است نیست. یک واقعا مبارزه بسیار جدی در سراسر جهان برای خشکاندن تمام شبکه‌های پولشویی حزب الله لبنان، مواد مخدر و غیره ادامه داره، در سراسر منطقه هست. همین قانون FATF بخش مهمیش میتونه مربوط به این باشه. بنابراین این یک گام به جلوه، یک به اصطلاح دست خزانه داری آمریکا و وزارت خارجه رو برای فشار به دولت لبنان و متحدین منطقه حزب الله بیشتر میکنه، ولی نباید اینو خارج از اندازه گرفت. اینو باید از مجموعه اقداماتی دونست که چند سالی که علیه حزب الله انجام میشه و باید دراز مدت نگاه کنیم. یه بحثی که ما باید در مورد دخالت‌های منطقه جمهوری اسلامی یا حزب الله هست، باید دراز مدت‌تر نگاه کنیم. آن چیزی که مهمه اینه که آمریکا دنبال درگیری نه با جمهوری اسلامی نه با حزب الله، حتی اسرائیل هم دنبال درگیری نیست، ولی یک اهرم بسیار قوی دارن که دارن استفاده میکنن و اونم اهرم اقتصادیه، یعنی خشکاندن منابع مالی جمهوری اسلامی و حزب الله. این هرچی ما به طرف جلوتر بریم جدیتر میشه. به موازاتش دخالت‌های منطقه جمهوری اسلامی و ارتباطش با حزب الله که در به اصطلاح نیاز مالی شدیدی داره، براش تبدیل به یه باطلاق میشه. و این نکته رو بگم خدمتتون که جالبه برای هموطنانی که الان در آستانه تحریما با نگرانی دارن نگاه میکنن که تکلیف سفره خالیشون چه خواهد شد، در حالی که دلالان جمهوری اسلامی تبلیغ میکنن که بلت تحریم دارو نیست که دروغه، به خاطر خود جمهوری اسلامی که عرض نمیده. یه دو تا منبع مهم اقتصادی جهان که تانکرهای نفتی رو رصد میکنن، چون این تانکرها رادار دارن، شماره دارن، اینا رصد میکنن. عرض کردم اون بار که در ماه اوگست که برآورد کرده بودن یه چیزی بین 50 تا 60 هزار بشکه نفت از طرف جمهوری اسلامی به سوریه رفته، یعنی یه چیزی حدود 1.5 میلیون بشکه حداقل نفت مجانی به سوریه داده، یعنی میشه حدود مثلا 150 میلیون دلار. در ماه سپتامبر
که گذروندیم، الان ما تو اکتبریم که آخر اکتبریم، آماری که در اومده تانکر تریکر و جاهای دیگه و بلومبرگ هم بخشیشو منتشر کرده، یه چیزی حدود متوسط 130,000 بشکه در روز در ماه سپتامبر، یعنی 4 میلیون بشکه، بیش از 4 میلیون بشکه نفت در ماه سپتامبر مجانی داده شده به سوریه، یعنی بالای یه چیزی حدود 300 میلیون دلار. 300 میلیون دلار. برای همین میگم که خشکاندن منابع اقتصادی جمهوری اسلامی و درآمداش نمیتونه سوریه رو ترک کنه، نمیتونه حزب الله رو ترک کنه، یمن و عراق رو نمیتونه ترک کنه. اینا براش دارن تبدیل میشن به یک بار سنگین که به پایین خواهندش کشید. و این نشون میده جمهوری اسلامی که منافع مردم ایران هم ده شاهی براش ارزش نداره که 300 میلیون دلار در یک ماه خرج سوریه بکنی که در حالی که مردم ایران در فقر و گرسنگی به سر ببره. داری گفتگو با آقای حسن دایی. آقای، تمرکز قدرت سپاه پاسداران و بسیج در غرب کشور فکر میکنید چه پیامایی داشته باشه و پایه چه نقشه‌ای اینا دارن نیروهای خودشون رو در غرب کشور تقویت میکنن، حتی نیروهای موشکی رو؟ عرض کنم ببینید، اون موقعی که رفراندوم کردستان عراق بود و جمهوری اسلامی به اصطلاح در صف اول به مقابله با اون برخاست و هشت و شعبی بود که وارد شدن، وارد کرکوک شدن و پرچم کردستان رو پایین کشیدن و پرچم هشت و شعبی و عراق رو بالا بردن، جمهوری اسلامی مسئله کردستان براش حائز اهمیته. اولا مشخص شده که آمریکا از کردستان سوریه بیرون برو نیست. اینا تصور میکردن که همچی اتفاقی خواهد افتاد. خوشبختانه صحبت هایم که آقای ترامپ میگه که ما از سوریه میریم، با توجه به مثلا مشاورینی که ایشون داره، همچی اتفاقی نیفتاد و خیلی جدی اونجا خواهند ایستاد. این تاثیر رو کردستان عراق هم میذاره. حالا کردستان عراق رو با زور و چماق فعلا خاموش کردن، ولی با توجه به جنبشی که در داخل ایران وجود داره، با توجه به فقر و گرسنگی و تبعیضی که در کردستان و ایران وجود داره و با توجه به دستبستگی‌هایی که جمهوری اسلامی در اعمار نفور در اربیل یعنی اقلیم کردستان و عراق داره، این براش یه تهدید امنیتی بسیار بزرگ در دراز مدته. چون جمهوری اسلامی میدونه حالا تو در داخل میای دستگیر می‌کنی، دمنم زندان می‌کنی، می‌سوزونی، آتش می‌زنی، ولی بالاخره با توجه به فقر و گرسنگی مردم این قابل دوام که نیست، این گسترش پیدا خواهد کرد. در اون روز طبیعتاً مسئله کردستان میتونه برای جمهوری اسلامی خطرناک باشه، میتونه محل رشد و نمو دیگر گروه های اپوزیسیون باشه، براش خطرات امنیتی بسیار زیادی داره. یک تفاوت عمده بین بلوچستان با کردستان هست. کردستان سیاسیه، فقط اقلیمی نیست، فقط مثلا یک مسئله سیاسی در رابطه با خود جمهوری اسلامی و تضاد به اصطلاح خطرات دراز مدت و بنیانی داره. در سطحی که در مسئله بلوچستان درست ظلم میکنه، درست به مسئله اقلیت ها همه اینها هست، ولی اون راه حلش رو جمهوری اسلامی فقط نظامی میبینه، ولی مال کردستان مسئله بسیار عمیق‌تره. خود نماینده پاوه میگه که مردم کردستان 80% در فقر و گرسنگی به گونه ای هست که حتی کولبری، یعنی یه کاریه که یعنی غیر انسانی تر از این نمیشه که برای اگر یک کولبری که سالم باید باشه که خیلیشون نیستن، کارم هر روز داشته باشه که همچی خبرهایی هم نیست، در سرما و گرما و طوفان هم کار بکنه، درآمدش به اندازه یک سوم آن چیزی که به نام خط فقر میدونن، یعنی برای اینکه گرسنگی فقط از بین نره. خب همین رو هم از مردم کردستان گرفتن، هیچ چیز ندارن. این یه خطر بسیار جدیه برای جمهوری اسلامی با سابقه مبارزاتی که مردم کردستان دارن، براش خیلی مسئله جدیه. ما هم نباید این رو مسئله جدایی طلبی و اینها، این خدمت به جمهوری اسلامیه. هموطنان کرد ما به اندازه خود ما اگه نه بیشتر ایرانی هن. ممکنه گرایشات جدایی طلبان هم باشه که اولا مقصرش خود جمهوری اسلامیه، دوم هم بسیار ناچیزه. اینا هموطنان ما هستن، اینا
کسانی هستن که وطن پرستن، به ایران اعتقاد دارن، جمهوری اسلامی هم بهشون ظلم میکنه. ما اینو به صدای بلند بگیم. اگه ما نیایم این ظلم رو بگیم، اتفاقا ما خدمت کردیم به جدایی طلبی. باید این ظلم دوباره و سه باره ای که در حق اقلیت ها و مردم کردستان میشه رو اینو به صدای بلند بگیم. تشکر میکنم. این گلم اومده، نگاه کنید. به به آقای مهری فرستاده، گل قشنگی است. خدمت آقای دایی. لطفه برای شما. ممنونم. سپاس از آقای دکتر مهری روزنگاردن. همینم آقای دایی یک گزارش مستند دارن. گزارش مستند تصویری. اجازه بدید که از شما بپرسم توضیح بدن، بعد از بازار عبور میکنیم و گزارش آقای دایی رو با هم میبینیم. آقای دایی یه توضیحاتی بدید راجع به خیلی کوتاه بگم این جدیدتون. در مورد راهپیمایی راه به اصطلاح در مورد اربعین، مراسم اربعین که خیلی هاشون هم خیلی نزدیک 20 میلیون در سال 17 تا 20 میلیون شرکت میکنن، بیشتر عراقی هستن، شیعیان دیگه جهان هم میان، از کشور ما هم نزدیک 1 میلیون و نیم شرکت میکنن. من در این گزارش توضیح میدم که چرا جمهوری اسلامی اینقدر این مراسم براش مهمه، چرا تمام امکانات دولتی و تریبون ها در خدمتش قرار میگیره، چرا انقدر بسیج نیرو میکنه. این خیلی براش مهمه، یه پروژه استراتژیک برای جمهوری اسلامیه. خواستم این رو ابعادش رو توضیح بدم که چرا جمهوری اسلامی براش اینقدر مهمه. اگر این توجهی که جمهوری اسلامی به این گونه پروژه ها میکرد، این میزان برنامه ریزی میکرد، این میزان پول خرج میکرد برای بهداشت مردم، برای محیط زیست مردم، برای کار، صنعت، کشاورزی مردم کرده بود، ایران تبدیل به سوئیس شده بود. ولی مشکل در اینجاست که در ماه 300 میلیون نفت مجانی به سوریه میده، بخش اعظمی از امکانات دولتی رو هم الان مصادره کرده برای اعزام 1 میلیون نفر مراسم اربعین و اون راهپیمایی که از نجف تا کربلا هست که یه هفته حدوداً طول میکشه. این براش پروژه بسیار مهمه. من این رو خواستم در این گزارش توضیح بدم. تشکر میکنم. همین بنابراین اجازه بدید که از بازار آگهی عبور کنیم و بازگردیم. نتیجه و ثمر آمدن بسیاری از شیعیان به ایران ظاهرا به قصد زیارت، اینی که دیروز رسانه های نزدیک به آقای دولت آقای حسن روحانی اعلام کردند که هزارها کودک ایرانی داریم که مادرشون ایرانی است اما بدون شناسنامه هستن، اسم حتی ندارن. اینا تخم ترکیه همین شیعیان است که جمهوری اسلامی با پهن کردن دام و دادن پول اینها رو به ایران میکشونه و این هم میراث اونهاست. برمیگردیم. هموطنان عزیز، ما با امکانات وسیعی که داریم می توانیم مبلمان استیل و مدرن شما را که در سالهای گذشته از ما یا هر جای دیگر خریداری کرده اید با تعویض روی مبلمان و تغییر رنگهای جدید با زیباترین پارچه های طرح اروپا مورد پسند و دلخواه شما بهتر از روز اول به شما تحویل دهیم. ضمناً جمشید نبوی با سالها تجربه در واردات مبلمان ایتالیایی، جدیدترین و مجللترین مبلمان استیل و مدرن و سرویس خوابهای ساخت ایتالیا را با قیمتهای باور نکردنی برای شما گلچین نموده. رضایت خاطر شما باعث خوشنودی ماست. تلفن 310-274-74-74 310-274-74-74. به به، هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه، درکه، دربند، چلو کباب سفارش میدادیم، غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم. الانم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه. سالم، کاملا طبیعی، خوشتم، تهیه شده از ماست و شیره بدون هورمون و مواد افزودنی. امتحان کنین، خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه. گشایش دفتر وکالت نادیا فرح را در جنوب کالیفرنیا به آگاهی می‌رساند.
نادیا فرح وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، فدرال و دیوان عالی، کارشناس رسمی و متخصص ویژه امور مهاجرت، اقامت دائم، تابعیت، پناهندگی و اخذ انواع ویزا با 25 سال سابقه درخشان کار حقوقی. نادیا فرح مدافع شما در دادگاه‌های مهاجرت برای جلوگیری از اخراج از آمریکا و تمامی دعاوی حقوقی اداره مهاجرت در دیوان عالی می باشد و برای پناهندگی و اخذ اقامت قانونی برای افرادی که از طرف شخص یا اشخاص مورد ظلم قرار گرفته و یا نوجوانانی که در آمریکا بی سرپرست ماندند. قبول مشاوره حقوقی به صورت تلفنی یا حضوری فقط با تعیین وقت قبلی با تلفن 818-584-1946. با امید پرواز کنید. امید تراول، نماینده هواپیمایی الال، تنها پرواز بدون توقف، فوق امنیتی و سرو غذاهای گلت کاشر شما را به اسرائیل دعوت می کند. امید تراول در ولی و بیورلی هیلز. تلفن های 1-800-536-66-66 و 310-477-20-31. با امید پرواز کنید. امید تراول با تورهای هفتگی اروپا لحظات سالگرد ازدواج شما را خاطر انگیز می سازد. سلام به همیهنان عزیز من. اگر هر گونه درخواست گرفتن وام دولتی و شخصی برای مساکن و تجاری و آپارتمان های مختلف هستید، زنگ بزنید، ما میتونیم به شما کمک بکنیم. یادتون نره فقط در کالیفرنیا ما اجازه داریم، جواز داریم که به شما کمک بکنیم، فقط در کالیفرنیا. شکر. دکتر نقیبی، مرد اول وام. تلفن تماس 949-583-7200. هم میهن گرامی، 7 آبان ماه روز جهانی کوروش بزرگ، هم میهنان من در درون ایران و در پاسارگاد در کنار آرامگاه پدر ایران زمین نسبت به کوروش هخامنشی ادای احترام می کنند و همزمان ایرانیان مقیم لس آنجلس روز یکشنبه 28 اکتبر یک گرد همایی و رژه ملی را به همین مناسبت و در پشتیبانی از خیزش رهایی بخش ملت ایران برپا می دارند. کمیته برگزار کننده این رژه بزرگ از همگان دعوت می کند تا در این آیین ملی شرکت نمایید. پاینده ایران، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران. داشتن خانه‌ای زیبا رویای نوجوانی همه ماست و تحقق این رویا فقط با خواستن و مشورت با راهنمای آگاه و دلسوز. فرشته عزیزی همراه با تیم مجرب و آزموده در کولدویل بنکر با آگاهی کامل از بازار ریال استیت، با تجربه خرید و فروش صدها ملک شخصی و تجاری، رویایتان را به واقعیت پیوند می‌دهند. خواستن از شما کلید خانه تان به همراه لبخند از ما. تلفن تماس 818-679-5411. برنامه رو پی میگیریم همینانم، همینان از ارجمندم. امروز 4 آبان، روز تولد محمدرضا شاه فقیه، پادشاه ایران. ما دست کم کسانی هستیم که اون دوره رو زندگی کردیم و با زوایای اون دوره آشنایی داریم. به هر حال ایران بی خبر از جنگ و انقلاب و خون و خون ریزی بود، مناسبات حسنه‌ای با تمام دنیا داشت و ما
یک دوره خاطرانگیز رو طی کردیم و سپاسگزاریم از تمام مردان بزرگی که در طی صد و اندی سال تلاش کردن ایران ما رو متحول بکنن و ما رو از اسارت قرون اثار نجات بدن، از اون فضای عنکبوتی بیرون بیارن. به هر حال قطعی است که محمد رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی و مجموعه کسانی که اون کار میکردن و برخشون از خدمتگزاران میهن ما بودن در این راه سهم اساسی داشتن. روز تولد محمد رضا شاه پهلوی، شاه فقید ایران. عزیزی که در این منزل بریم به سراغ مستند آقای حسن دایی. آقای دایی تا به حال مستندهای زیادی رو تهیه کردن، میدونم که خیلی کار میبره با زحمت زیاد. تلاش آقای دایی اینه که این فیلم های مستند رو در واقع مجموعه اطلاعاتی رو که در این فیلم های مستند به کار میگیره از زبان خود مسئولان نظام باشه، از فیلم ها و گزارش هایی که خود رسانه های کلان نظام جمهوری اسلامی تهیه دیدن و خب امتیازی میده به گزارش های آقای دایی از زبان مسئولان خود حکومت. نگاه کنید. هر سال به مناسبت اربعین یا چهلمین روز شهادت امام حسین، میلیون ها نفر از شیعیان عراق و دیگر کشورهای جهان برای عزاداری به کربلا می روند. بخشی از این جمعیت میلیونی بنا به سنت شیعیان مسیر نجف تا کربلا را پیاده طی می کنند. رژیم ایران که رویای رهبری جهان اسلام را در سر می پروراند و خود را رهبر شیعیان جهان معرفی می کند، با صرف میلیاردها دلار و سازماندهی هیئت‌های مذهبی در ایران و دیگر کشورهای جهان و اعزام زائران به مراسم اربعین تلاش می کند تا سهم بیشتری در این مراسم داشته باشد و در نهایت کنترل آن را به دست گیرد. مراسم اربعین در کربلا به یک پروژه استراتژیک برای رژیم ایران تبدیل شده است که با استفاده از آن اهداف مهم داخلی و خارجی‌اش را دنبال می کند. آمدن به کربلا از سوی خاندان پیغمبر، امام سجاد علیه السلام و زینب کبری سلام الله علیها در اربعین به این مقصود بود. یاد دادن به شیعیان که اینجا محل اجتماع شماست، اینجا محل میعاد بزرگی است که با جمع شدن در این میعاد هدف جامعه شیعی و هدف بزرگ اسلامی جامعه مسلمین رو باید بیاد هم بیاریم، تشکیل نظام اسلامی و تلاش برای اون حتی در حد شهادت، اون هم با اون وضع. در بهمن 1357 نظام پادشاهی در ایران سقوط کرد و روح الله خمینی و حلقه روحانیون وابسته به وی قدرت را در اختیار گرفتند. خمینی از همان روزهای نخست در حالی که برای تثبیت قدرت و ایجاد یک حکومت استبدادی دینی در ایران تلاش می‌کرد، صدور افکار بنیادگرانانه خود به کشورهای اسلامی و تسلط بر جهان اسلام را در دستور کار قرار داد. خمینی یک رهبر مذهبی شیعه بود و شیعیان در جهان اسلام در اقلیت قرار دارند. از این رو خمینی با برافراشتن پرچم مبارزه با آمریکا و نابودی اسرائیل تلاش کرد تا خودش و رژیمش را در ورای اختلافات شیعه و سنی قرار دهد تا بتواند در جایگاه رهبری جهان اسلام قرار گیرد. با این حال رهبران رژیم ایران به خوبی می دانستند که پایگاه اصلی آنها و پیش برنده استراتژیشان در منطقه شیعیان پیرو خمینی هستند که گویا اسلام ناب محمدی را نمایندگی می کنند. در این چهارچوب از همان روز نخست نفوذ در عراق که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند برای رژیم خمینی اهمیتی استراتژیک داشت. از طرف دیگر مرقد 6 تن از امامان شیعه در عراق قرار دارد که مهمترین آنها مرقد امام اول شیعیان حضرت علی در نجف و امام حسین در کربلا می باشد.
حوزه علمی نجف که مهمترین پایگاه مرجعیت جهان تشیع است نیز در عراق قرار دارد. از این رو برای رژیم ایران نفوذ در این کشور اهمیتی دوچندان داشته است. رژیم خمینی در 2 دهه اول انقلاب با تأسیس و حمایت از گروه‌های سیاسی و نظامی شیعه عراقی مثل مجلس اعلای اسلامی عراق یا سپاه بدر تلاش کرد تا نفوذ خود در عراق را گسترش دهد. حمله آمریکا به عراق در سال 2003 و سقوط صدام حسین و قدرت گرفتن شیعیان دست رژیم برای گسترش نفوذ در عراق را باز کرد. اکنون رژیم ایران از نفوذ نظامی و سیاسی بسیار گسترده‌ای در عراق برخوردار است. سپاه قدس میلیشیاهای نظامی شیعه وابسته به خود در عراق را در ساختاری تحت نام هشت شعبی یا بسیج مردمی سازماندهی کرده است که فرماندهی آن با هادی عامری و معاونت آن با ابو مهدی مهندس می باشد. این دو نفر قبلاً فرمانده سپاه بدر وابسته به سپاه قدس بودند و هر دوی آنان نیز از اعضای سپاه قدس می باشند. از نظر سیاسی نیز رژیم ایران نفوذ بسیار گسترده‌ای در عراق دارد و گروه‌ها و احزاب سیاسی متعددی در این کشور مثل سازمان بعد یا مجلس اعلای عراق تحت امر رژیم ایران هستند. مسئولین رژیم ایران با تکیه بر نفوذ سیاسی و نظامی در عراق رویای تسلط بر جهان اسلام با تکیه بر قدرت شیعیان را به طور جدی‌تری باور کردند. قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در سخنرانی که در بهمن 92 در کرمان ایراد کرد این تفکرات را علنی کرد و از احیای هلال شیعه به رهبری رژیم ایران سخن گفت. از سال 40 هجری که امیر مؤمنان علی به شهادت رسید 80 سال بنی امیه حکومت کرد، 600 سال بنی عباس حکومت کرده، 400 سال عثمانی ها حکومت کردند. هیچ کجا شیعه جرأت ابراز مذهب خودش و مذهبیت خودش را نداشت. احیای شیعه با مرجعیت ایران یک قطبیت و یک قدرت به ایران در بعد سیاسی، امنیتی و اقتصادی می دهد. اما اکثریت شیعیان عراق و همچنین مرجعیت مذهبی در نجف تحت کنترل یا تحت امر رژیم ایران و ولایت فقیه نیستند و بخش مهمی از آنان با دخالت‌های رژیم ایران و سیاست‌های منطقه‌ایش مخالفند و این یک مانع بزرگ برای رژیم ایران است. رژیم برای جبران این نقطه ضعف از سال 2003 استراتژی مشخصی برای نفوذ در مراکز مذهبی شیعه عراق و در 2 شهر نجف و کربلا را دنبال کرده است. با هدایت و هماهنگی سپاه قدس، نهادها و عوامل رژیم سرمایه‌گذاری‌های کلانی در نجف، کربلا، سامره و کاظمین کردند و به کمک وابستگان عراقی خود صدها هتل، مرکز تجاری و دستجات مذهبی در این شهرها به راه انداختند. یکی از نهادهای رژیم که استراتژی رژیم برای نفوذ مذهبی در عراق را به پیش می‌برد، ستاد بازسازی عتبات عالیه است که پس از سقوط صدام و تحت امر خامنه‌ای تأسیس شده است و تحت کنترل سپاه قدس می باشد. رئیس کنونی ستاد بازسازی عتبات پاسدار حسن پولارک است که به گفته رسانه‌های رژیم فرمانده سپاه قدس بوده است. به گفته پولارک ستاد بازسازی عتبات یک شورای امنا دارد که در رأس آن نمایندگان خامنه‌ای، قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس و آخوند علی شیرازی نماینده ولی فقیه در سپاه قدس می باشند. یکی از مسئولین ستاد عتبات در گفتگوی رسانه‌ای تأکید کرد که این سازمان وابسته به سپاه قدس است و هدف اصلی از تأسیس سازمان عتبات بازسازی حرمین شریفین در عراق و سوریه و همچنین نهادینه کردن راهپیمایی اربعین حسینی و تجمع فرهنگی جهان است. فعالیت‌های ستاد عتبات 2 بخش مهم دارد. نخست، بازسازی و توسعه اماکن زیارتی شیعیان در عراق و دیگری بسیج نیرو و مشارکت در مراسم اربعین کربلا است. ستاد عتبات در همه شهرهای مهم ایران دفاتر جمع‌آوری نظورات مردمی درست کرده است. اما بخش مهمی از بودجه آن توسط ولی فقیه و دولت تأمین می‌شود. به گفته حسن پولارک این سازمان 5000 میلیارد تومان پروژه تعریف شده در عراق دارد که همکنون 2000 میلیارد تومان آن در حال اجراست. به چند نمونه از پروژه های پرهزینه ستاد بازسازی عتبات در عراق نگاه کنیم.
روکش طلای گنبد مقبره امام علی در نجف، بازسازی و طلاکاری گنبد حرمهای امام دهم و امام یازدهم در سامرا که بزرگترین گنبد جهان است، طلاکاری گلدسته های حرم امام هفتم و امام نهم در شهر کاظمین، ساخت ذریح جدید طلا برای حرم امام حسین. یکی از مهمترین پروژه های ستاد عتبات، ساخت و توسعه صحن حضرت زهرا در کنار حرم حضرت علی در نجف است. این پروژه 1,000 میلیارد تومان هزینه داشته و مسئول اجرای آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بوده است. با حضور نماینده مقام معظم رهبری، چشم محبان به افتتاح بخشی از صحن بزرگ حضرت زهرا روشن شد. صحنی که نامه فاطمه زهرا سلام الله علیها اون رو مزین فرموده، فاطمه ای که صحن و سرا نداره، فاطمه ای که مزار نداره، ذریح نداره، گنبد و بارگاه نداره و زوارش متحیرند که کجا زیارتش کنند، اینجا سفره گستر همسرش امیرالمومنین شده. صحن جدید در مساحت 6 هکتار و زیربنای 212 هزار متر مربع در ضلع غربی حرم ساخته شده است و مرحله نخستان نتیجه 5 سال زحمت ستاد بازسازی عتبات عالیات و دستان هنرمند ایرانی بوده است. یکی دیگر از مهمترین وظایف ستاد عتبات عالیه، هماهنگی و تدارکات لازم برای شرکت ایرانیان و شیعیان از دیگر کشورهای جهان در راه پیمایین اربعین در عراق است و تلاش میکند تا این مراسم را در جهت اهداف سیاسی رژیم مصادره کند. در این پروژه که اهمیت استراتژیک برای رژیم دارد، همه نهادهای مذهبی و وزارتخانه های مهم مثل وزارت خارجه یا وزارت ارشاد مشارکت دارند و در سازمان حج و زیارت نیز ستاد اربعین تشکیل شده است. مسئولین و روزخانان رژیم در طول سال و به ویژه در ایام محرم با استفاده از منابر و رسانه‌های عمومی، با روزخانی و استفاده از اعتقادات مذهبی مردم، آنها را به شرکت در این مراسم تشویق می‌کنند. این آخوند علیرضا پناهیان وابسته به سپاه است که در مراسمی که در حضور خامنه‌ای برگزار شده با روزخانی و در آوردن اشک حضار برای راه پیمایین اربعین تبلیغ می‌کند. آخوندهای رژیم و به ویژه پناهیان با برشمردن ثواب شرکت در راه پیمایین اربعین مردم را به شرکت در آن تشویق می‌کنند. هیچ عبادتی در روایت داره مانند پیاده روی نیست. و بعد پیاده روی برای حج چقدر ثواب داره، پیاده روی برای کربلای معلا چند برابر ثواب داره، اینها همه تصریح شده. اونایی که میان اربعین بدونن، من به همه مردم میگم، وقتی میخوان از حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام بیرون بیان، یه فرشته الهی با اونا مصافحه میکنه، میفرماد فستعن فل عمل، برو زندگی تو از نو شروع کن، همه گذشته بخشیده شده. اگر کسی هنوز برای شرکت در راه پیمایی و بهره‌گیری از ثواب آن قانع نشده باشد، آخوندهای رژیم عواقب وخیم شرکت نکردن در این مراسم را به مؤمنان گوش زد می کنند. اربعین آخرین فراخوان هدایت الهی است. هر کسی در این راه قدم بگذارد، با اربعین قدرت اولیاء خدا را درک کند، با اربعین، با حماسه ده ها میلیونی اربعین، ایمان به نصرت خدا و فرج پیدا کند، نجات پیدا کرده است. هر کسی با اربعین این آیه بزرگ الهی ایمان نیاورد، هلاک خواهد شد، نابود خواهد شد. رژیم با پروژه اربعین مجموعی از اهداف داخلی و اهداف سیاست خارجی و منطقه‌ای را دنبال می‌کند. در داخل رژیم با کارزار تبلیغی تلاش می‌کند تا فضای سینه‌زنی، عزاداری و روزخانی را گسترش داده و احساسات مذهبی مردم را تحریک و تا حد امکان این احساسات را به نفع رژیم مصادره کند. در جریان راهپیمایی اربعین تمام رسانه‌های مهم رژیم این مراسم را مستقیم پخش می‌کنند تا فضای داخل را به نفع آن بسیج کنند. رژیم با سازماندهی متقاضیان شرکت در مراسم اربعین و کنترل سفر آنها، شبکه‌ای از موکب‌ها یا هیئت‌های عزاداری اربعین به راه انداخته است و با ارائه خدمات به زائران
تلاش میکند تا از میان آنان یارگیری کرده و پایه ایدئولوژیک و وفادار به نظام را تقویت کند. رژیم در تبلیغات خود مراسم اربعین در کربلا را به عنوان نمادی از قدرت جهان شیعه و گامی در جهت پیروزی امت اسلام در جنگ با استکبار معرفی میکند، جنگی که گویا رهبری آن با ولی فقیه و جمهوری اسلامی است. این زمانی حضرت امام میفرمود راه قدس از کربلا میگذرد، دوران دفاع مقدس. این تعبیر همونطور که از ظاهرش پیداست یک تعبیر کنایی و پر رمز و رازه. آزاد کردن قدس یعنی که جهان از دست استکبار جهانی نجات پیدا بکنه، و هنوز هم راه قدس از کربلا میگذرد، یعنی از کربلای ابا عبدالله الحسینه که جهان بشریت از ظلم آزاد خواهد شد. این اربعین آیه ایست از نصرت خدا. خداوند متعال میفرماید با همین اربعین شما نگاه کنید، لیهلک من هلک عن بینه، این بینه است، نگاه کن. من همینجوری میتونم عالم رو فتح کنم برای تو. احساس قدرت کن، احساس ذلت نکن، تو ابر قدرت عالمی. کسی که در این قوم اربعین زندگی میکند، در قوم ابر قدرت عالم زندگی میکند، کسی به پای اربعینی ها نمیرسد، کسی به پای ارباب ما حسین نمیرسد. این جرقه بود، اگه درست این جرقه رو باید جهانیش کنیم، از این جرقه انقلاب میاد بیرون. اصلا انقلاب ما، انقلاب اربعین، انقلاب امام حسین بود. لبنان ضرباتی که به اسرائیلیا خورد از امام حسین بود. انتفاضه فلسطین الهام از حزب الله لبنان بود، کار امام حسین بود. قضایای عراق و سوریه همینطوره. امام حسین آقا داره دنیا رو به هم میرزه. رژیم با پروژه اربعین و تلاش برای اعزام هرچه بیشتر زائر به عراق، اهداف منطقه مهمی را هم مد نظر دارد. یکی از آنان به دست گرفتن و کنترل این مراسم در عراق است که مکنون تحت نظر دولت عراق و هیئت‌های مذهبی عراقی است، و سپاه قدس تلاش میکند تا با استفاده از نیروهای وابسته به خود در عراق خودش را متولی آن کند. یکی دیگر از اهداف رژیم این است که در مقابل مراسم حج که تحت کنترل عربستان قرار دارد، مراسم اربعین را نمادی از قدرت شیعه و نشانی از نفوذ و قدرت خود در جهان اسلام معرفی کند. یکی دیگر از مهمترین اهداف سپاه قدس این است که با دخالت هرچه بیشتر در این مراسم، از میان شیعیان عراقی و زائرانی که از دیگر کشورها به کربلا می آیند یارگیری کند. در همین راستا رژیم شبکه گسترده‌ای در کشورهای مختلف به راه انداخته تا داوطلبین را در قالب هیئت‌های تحت کنترل خود به کربلا اعزام کند و از میان آنها برای دیگر پروژه‌های خود و به ویژه برای سپاه قدس یارگیری کند. در سه کشور اروپایی ثبت نام برای همین راهپیمای اربعین داشت صورت می گرفت. یکیش در هلند بود، در لاهه، که من در جمع یکی از جلساتم اتفاقا مصادف شد با همین گرد آمدن اینها، که در جمع شاید نزدیک به 1000 نفر شیعیان، مسلمانان شیعه عمدتا و حتی غیر شیعه که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکنند، هم از اروپایی ها و اونایی که حالا اونجا به دنیا آمدن ولی ریشه های ایرانی یا عراقی یا افغانی یا سایر شیعیان و مسلمین رو دارن. نزدیک 1000 نفر از چند کشور آمده بودن، لاهه ثبت نام کرده بودن که برای همین راهپیمایی بیان نجف، از نجف برن کربلا یا بیان ایران و از اینجا پیاده برن. بعد گفتن دوستان یک همچین تجمع و ثبت نامی هم در آلمان هست، صدها نفر هم اونجا هستن، صدها نفر از در ایتالیا. فکر میکنم اینجوری که دوستان گفتن، تو همون ایامی که ما اونجا بودیم گفتن بیش از 2000 نفر دارن از اروپا ثبت نام میکنن که بیان یا از ایران یا از نجف پیاده در این راهپیمایی شرکت کنن. اعضای کاروان ویژه اربعین حسینی پس از 1 سال انتظار راهی عراق شد. حاجی فدا محمد شیرزاد، مسئول شرکت زیارتی میلاد المهدی اجل الله، راه اندازی این کاروان را بر عهده داشته و گفته است که برای این کاروان تمامی تسهیلات در نظر گرفته شده است. تعدادشان به 86 نفر میرسه. بنده هم در خدمتشان هستم. امیدوارم انشاءالله همه ما توفیق حسینی بودن را داشته باشیم و در مسیرشان گام برداریم. مراسم اربعین
پروژه استراتژیک نظام برای توسعه طلبی های منطقه‌ای و تسلط بر جهان اسلام و همچنین گسترش فضای روزخانی و سینه‌زنی در داخل کشور و یارگیری برای نهادهای امنیتی نظام است. خب امیران من، گزارش آقای دایی بیدی، گزارش جالب آقای دایی رو اجازه بید که بعد از دیدن یک گزارش که از تهران به دست ما رسیده، اول برنامه پخش کردیم، به نظرم باید یک بار دیگه شنید، نگاه کنید به مقاومت و پایداری زنان ما در ایران، نگاه کنید و بیرد میمارم کردیم. برای چی من رو باید بلند کنم؟ چون با این وضعیت اومده بیرون وضعیت هم مگه چیه؟ بی حیاییه، بی شرم. بدون روسری بی حیام؟ ولی تو کلاس قرآن ترتیب بچه هاتون رو میرن اونجا آجاق سعید توسی بی حیایی نمی کنه تو دبیر. خب به منم کار نداشته باش، به منم کار نداشته باش، من خانواده ندارم. چی میگی؟ شرم و حیا خوب شرم و حیا برو به آقای سعید توسی درس بده. خب به منم کار نداشته باش وقتی به اون کار نداری. شما مرد نداری؟ نه ندارم، مثلا توی این مملکت مرد نمیبینم. دنبال من افتادی میگی مزاحمت میشم، تو خودت مزاحم منی. حیا کنیم بابا، مملکت رو کثافت کشیدین، مملکت رو کردین فاحشه خونه، شیرکش خونه، دست از سر کله من بردار. همین الان من بیافتم ببینم ارزش من بیزه چپ توه. تو میخوام نه بیزه چپ تو چطوری میخوایی سری سری کنه؟ نه ندارم، مثل تو میبوتم، مثل تو میبوتم، میفهمی؟ مثل تو با همه آخونده عوضی. با سلام، من مجید جهانبین، مؤسس شرکت پارادایز نرسری، خوشحالم که به عنوان نخستین شرکت تولید کننده درختان میوه و گلهای ایرانی سالهاست که با افتخار در خدمت شما هستم. پارادایز لندسکپینگ با مسئولیت مهندس آرشیتکت اشکان جهانبین همراه با کادری مجرب در ارائه کلیه خدمات محوطه سازی به مانند طرح‌های ایرانی، اروپایی، گل‌ها و گیاهان کم آب و دریافت کلیه مجوزهای لازم، نظارت و اجرای مستقیم در تمامی مراحل طرح‌ها در خدمت شماست. مشاوره در رفع مشکلات باغچه و اجرای باغ‌های میوه از کارهای دیگر پارادایز لندسکپینگ میباشد. آدرس 10943 دیستو در شهر چاتسورد، تلفن 818-701-5656 و در روی اینترنت www.paradiselandscaping.com. افتخار ما اعتماد و رضایت شماست. 011 نمبر 1 چی شده؟ 011 میخونی؟ چرا که نه؟ 011 بهترین کوالیتی تماس به ایران رو بهت میده. 28 سال سابقه داره. تازه هر 6 ماه یک ماه بهت سرویس رایگان میده. آفرین، دیگه چی؟ اگه اینترنت داشته باشی با 011 میتونی با ماهی فقط $14.99 به همه جای آمریکا و کانادا و 50 تا کشور دیگه آنلیمیتد تلفن بزنی. پول دستگاه و نصب و شیپینگ هم نمیگیرن. شماره تلفنت هم عوض نمیکنی. یه ماهش هم رایگانه. هر نفرم که معرفی کنی $20 کردیت میگیری. اینم وبسایتشونه 011vip.com. One Stop Telecom Shopping Website. یعنی برو تو دست پر بیا بیرون. آفرین آفرین. شمارهشون چنده؟ 888-955-7555 888-955-7555. آیا شما در ایران ملک و یا دارایی دارید؟ آیا با ایران روابط تجاری دارید؟ آیا قوانین مربوط به تحریم‌های اقتصادی را رعایت می‌کنید؟ تخصص ما در دفتر حقوقی یزدانیار در رابطه با امور اوفک و بانکداری است. با بیش از 7 سال سابقه موفق در یاری رساندن به افراد و شرکت‌ها برای تطبیق قوانین دولت آمریکا که دائما در حال تغییر است. ما می توانیم شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. هموطنان عزیز مقیم سراسر امریکای شمالی، این ادعا نیست، حقیقت است. امتحان کنی. ارزان‌ترین نرخ تلفن تماس با تهران 5.9 سنت، شهرستان ها 7 سنت. بله، درست شنیدید. کیفیت عالی صدا، سرویس درجه 1، حتی با تلفن های دستی. اگر دوست ندارید پول اضافه بدهید، که حتما هم همینطور است، تلفن 1-800-818-2500 در اختیار شماست.
آیا از این ارزان‌تر هم می‌شود؟ دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس، تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. رانندگی در حال مستی در دفاتر حقوقی آناهیتا شجره و اسوشیتس 1-800-322-94-25. یک بار دیگر شرکت تلفنی آریا قیمت‌های خود را برای تماس با ایران می‌شکند. تهران شهرستان موبایل فقط 6.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافه. کیفیت بهتر، تکنولوژی برتر. 818-495-495-2. کتاب نگاه به شاه از منظر دانش یونان، نه از نگاه دکتر عباس میلانی، نگارش احمد رضایی، تلاش دارد با بهره از جامعه شناسی تطبیقی تمدن کهن ایران به اسارت اسلام در آمده، ایران نوبنیاد را ابتدا کبیر اول با تدارک زیرساخت ها و سپس با پرده برداری از تمدن هم ارز اروپا به دست کبیر دوم محمد رضا شاه را به داوری نزد شما آورد. خرید از آمازون از طریق اینترنت 9.5 یورو. کد نگاه به شاه. همیانان ارجمندم از این لحظه برنامه در اختیار شماست. فقط تمنا میکنم کوتاه مفید و مختصر پرسشی دارید میتونید با آقای دایی در بیان بگذارید. این شماره تلفن ماست 818-342-3031. فقط کوتاه و مفید و آقای دایی تا یه این مستند چقدر طول کشید؟ چقدر کار برد؟ بانه نمیشه برابر کرد. یه بخشیش خب آخرش میشه نوشتن و ادیت کردن و ویدیوها رو چسبوندن، ولی بخشیش که خیلی وقت میبره به صورت پیدا کردن این ویدیوها، تحقیق کردن که آدم مطلبی رو اگه میگه درست باشه، واقعی باشه. خب این بعد وقتی من پوشهایی که دارم در مورد مسائل مختلف، بعضیاش هفته ها ماه ها روش کار شده، از اینا انتخاب میکنم قاطی فیلم ها میکنم. خب وقت زیاد میبره، ولی به نظر من مهمه این سوی مطالب گفته بشه دیگه که چرا آخه بالاخره جمهوری اسلامی سفره مردم برم داره خرج اربعین. کاملا. و جالبه اینا که تو چنین جمعیتی های قرار میگیرن تصور میکنن فتح الفتو کردن، دنیا رو فتح میکنن، یعنی طوفان در فنجان. همین وضعیت رو باره از گروه های حزبی در پاکستان دارن. وقتی در اجتماعات صدها هزار نفری شرکت میکنن فکر میکنن دنیا رو دارن میگیرن. یعنی اگر این مارش، این راهپیمایی ادامه پیدا بکنه منجر میشه به فتح تمام جهان. این تصور هست در هندوستان همینطوره. وقتی اجتماعات بزرگ تشکیل میشه، مثلا حزب کنگره هند یا احزاب خیلی نیرومندی که میلیون ها تن عضو دارن، همیشه همین بوده. و اینا چیزی جز طوفان در فنجان نیست. باید حالت اونها رو داشته باشه تو این اجتماعات چند. و متاسفانه این توهم امروز به وجود اومده در پاره ای از مسئولان جمهوری اسلامی که از طریق اربعین و از این قبیل میشه مثلا این راهپیمایی رو همینطور ادامه داد، کردش ماراتون، بعد رفت تو کاخ سفید هم گرفت و تو اسرائیل گرفت. این چیه دیگه؟ اینم نوعی به نظرم عارضه روانی بلاغه. درود بر شما، بفرمایید. قربان شما. درود بر شما. سوال از شما که داشتم این بود که این ما میگیم 50% شو رژیم پول میده میره، این 50% آیا دچار خرافات و خرافات پروری نشدن و عاقبت این خرافات و خرافات پروری که در خرافات دارن مردم ایران از هم دیگه سبقت میگیرن به کجا ختم میشه عزیزم؟ آیدایی بفرمایید. درود بر شما، بفرمایید. ببینید ما خب در کشورمون یه عده، یه بخشی اعتقادات مذهبی دارن. همه کسانی که اعتقادات مذهبی دارن نه وابسته به جمهوری اسلامی هست نه طرفدار جمهوری. حالا جمهوری اسلامی میخواد بهره برداری بکنه در جهت اعمال خودش و میخواد فضای مذهبی رو کنترل بکنه. الان کلی از هیئت‌های مذهبی رو دارن میبندن برای اینکه زیر بار جمهوری اسلامی نمیرن. یعنی اتفاقا این مراسم اربعین و اینها یک وسیله برای کنترل
مساجد و مراکز مذهبی که ممکن بخوان مستقل عمل کنن، نباید همه رو با یک چوب بدانیم. جمهوری اسلامی میخواد سوء استفاده بکنه. ما هم در وقتی که راجع بهش صحبت میکنیم، من برای خودم همیشه اینطوره که میگم من مشکلی با اعتقادات مذهبی و اسلامی مردم ندارم. هر کی داره محترمه، چه مسیحی باشه، چه نمیدونم یهودی باشه، چه زرتشتی باشه، محترمه. اون چیزی که هست اینه که از سرمایه های این کشور مردم ما داره خرج این پروژه های به اصطلاح برون مرزی میکنن، همونطور که آقای میگودی اشاره کردن، برای بلند پروازی های خیالی که به هیچ جا نخواهد رسید، یعنی نابودی همه چیز. تشکر میکنم. درود بر شما. بفرمایید جونه. بر شما خیلی ممنون از برنامه بسیار خوبتون. من فقط میخواستم یه خواهشی بکنم، اگر که از برنامه شما یا از با کمک پرشگرد یه اصولی اجرا بشه در مورد تغییر این چیزایی که برای مردم عادی شده، مثل مثلا همین اسم جمهوری اسلامی رو به صورت رژیم غالب بر ایران گفته بشه، یا این کلمه تعبیر بشه به جوری که حقیقت هست و نه اونجوری که دولت میخواد، دولت ایران، و مثلا به جای سلام درود، یا کلماتی که تمام کالچه و فرهنگ جدید رو به اطلاع همه برسونه، کسایی که میخوان این تغییر رو در فرهنگ خودشون بدن و به حقیقت برسن، حداقل دستیابی داشته باشن. من خیلی متشکرم. تشکر میکنم. آجایی بفهمید. درست، نکته مهم و خوبیه، ولی واقعا مشکله. مثلا تو انگلیسی دیگه، خب همه وقت که میگن ایران دیگه همه جا میگن ایران، یعنی مثلا راجع به دولت ایران صحبت میکنن میگن ایران کلا. من خودم از لغت تهران استفاده میکنم. تهران وقتی پایتخت یک کشور میگی منظور آدم حکومته. خیلی جاها من میگم رژیم ایرانه. حالا به فارسی هم که میرسیم همین مشکل هست. بگیم رژیم ایران، رژیم حاکم بر ایران، رژیم غالب بر ایران، اینا هم همه هست. واقعا یه موزل مشکلیه که آدم برای کوتاهی مطلب گاهی اوقات میگه رژیم ایران که تموش بره، ولی واقعش خب این هست، اینا که نماینده مردم ما نیستن که. کاملا. بریم رو خط شماره یک. درود بر شما. بفرمایید. سلام بر شما. قربان شما. بفرمایید، در خدمتتون. مراسم اربعین رو که نشون دادید، من میخواستم به این نقطه اشاره کنم که آقای دایی همواره اشاره میکنن، یک بعشاخی فرهنگی تبلیغ این مسائل اربعین هم سلبریتی ها هستن. هر ساله نشون میدن نامداران دنیای ورزش، سینما و آوازخانه که یکیشون داره دیگه قیمه رو به هم میزنه، یکی وایسته داره پلو قیمه رو دست مردم میده. یعنی این توسعه اشاعه خرافات فقط دست سپاه نیست، دانسته و ندانسته افرادی که به اصطلاح خوشنام هستن در ورزش و هنر، بالاخص سینما، از اینا استفاده میشه. حالا من نمیدونم خود این افراد مجانی دارن کلی میدن به رژیم یا واقعا یه رانتایی دارن، و این بخش فرهنگی که از اصطلاح آدم های ژیگول و شیک رژیم استفاده میکنه، این نباید غافل ما ازش بشیم. اونو فاطمه کمانده ها و الله کرم ها رو همه مردم میشناسن، مسعود بهنود و گنجی و نبوی هم اینا تشتشون از بام افتاده بیرون. افراد دیگه‌ای که همینطوری روز به روز دارن اتاق فکر جمهوری اسلامی میده بیرون، اینا باید افشا بشن. یکی این، دوم این که میخواستم خدمت شما بگم آقای میبودی، شما یه بحثی رو شروع کردید یعنی بخشم نفراموش میکنم. سالهای قبل اتاق فکر رژیم از سازمانهای امنیتیشون این شعار بیرون اومد، فراموش میکنم و میبخشم. این رو به خاطر کمرنگ کردن مبارزات مادران خاورانهای ایران اتاق فکر داد بیرون. نمیبخشم و نفراموش میکنم این واکنش مادران خاورانهای ایران بود. این فراموش نشه. تخم لق و اتاق امنیت کاش، اتاق امنیت رژیم تهران. و ضمناً ما وقتی که به عنوان مادران خاوران، ما دنبال عدالت خواهی هستیم.
هر مجرمی باید متناسب با جرمش مجازات بشه. شما خودتون در آمریکا دیدید اوجی سیمپسون ماها و میلیون ها دلار خرج هزینه دادگاهی شد برای اینکه آمریکایی‌ها گفتن ما باید دنبال قاتل اصلی باشیم و عدالت به هیچ وجه نباید فراموش بشه. پولش هم از جیب خودمون میدیم. مسئله جرم و مجازات یه چیزیست که میبخشم و حالا ولش کن و اون دنیا حضرت زینب دستشو بگیری، این حرفا نیست. باید بیان تو دادگاه، مجرم باید مجازات بشه. این در تمام قوانین دنیا میشه. نمیبخشم نفراموش میکنم تقل لقیست که سازمانهای امنیتی کاشتن تو دهن بعضی از مردم. موفق باشید، روزتون بخیر. تذکر میکنم ممنونی. باید یک گل نشون بدم، گل قشنگی ها، خیلی زیباست. آجایی بفرمایید. نه من مطلبی نیست. در مورد اون بحثی هم که شروع کردید که بحث مهم و خوبی هم هست، واقعش اینه که از جوانب مختلف میشین که حالا یه نظرم نظر هموطنم بود که منم تقریبا موافقم، نظرات مختلفی هست. بینیم رو خط شماره دو. درود بر شما، بفرمایید. جونم بفرمایید. با من هستین جناب مهدی؟ بله، با سکا خانم، بفرمایید. قربان شما بودی. من از جناب آقای دایی سلام گرم خدمت ایشون سوالی داشتم. اولا که من خودم یه انسانی هستم که خیلی معتقدم به مذهب، اما نه به این اندازه که این سیل جمعیت رو دیدم، واقعا وحشت کردم. امیدوارم یک روزی تو مملکت ما طوری بشه که کسی بیرون خونش اسم مذهب میاره زبونش از دهنش در بیارن. این یکی. دوم آقای دایی، شما فکر میکنین با رفتن این حکومت واقعا این وحشی بازی ها تموم میشه؟ من خیلی دلم میخواد این قضیه رو بدونم. تشکر میکنم ازتون اگه جوابمون بدید. من آجایی بفهمید. قسمت دومش که امیدوارم باید تلاش بکنیم، مثلا مقرره که حکومت بره که دیگه بساط یعنی خشونت و جنایت نباشه. اگه بخواد بره کنار دوباره جنایت بخوام کاری نکنیم ما بهتره. اما قسمت اول، ببینید هموطن عزیز، این که یه روزی برسه که در ایران هر کی خارج از خونش خواست بره مسجد، بره کلیسا، بره نمیدونم سیناگوگ، زبونش رو از حلقومش بکشن بیرون، که نشد که. آزادی یعنی آزادی بیان، آزادی اجرای مذهب، اعمال مذهبی همه جای دنیا هست. ما میگیم آقا شما نیا مذهب خودتو به دیگران تحمیل کن. در سیاست هم اگه دخالت میکنی در دولت دخالت نکن، یعنی دولت باید سکولار باشه. احکامی که یعنی قوانین مملکتی نباید بر اساس دین باشه، بر اساس عرف باید بشه، همه باید تصمیم بگیرن. یعنی عدم دخالت در دولت، ولی آزادی اجرای عبادات مذهبی، اعمال مذهبی همه جای دنیا هست، در بهترین دموکراسی هم هست. ما نباید از این طرف پشتبان بیفتیم اون طرف پشتبان که حالا اینا دارن مصادره میکنن و زور میگن به نام مذهب، ما بیان بگیم اوکی حالا دیگه هر کسی هم از خونش اومد بیرون زبونشو اسم مذهب آورد و نمیدونم اینها زبونشو از حلقش بیاریم بیرون. خب بیایم تو همه آمریکا نگاه کنید، به سوئد رو نگاه کنید، فرانسه رو نگاه کنید، همچی چیزی نیست. کاملا درسته. آجایی تشکر میکنم از حضور شما. سپاس از هموطنان ارجمندم که در نهایت نزاکت حرفاشون رو با ما در میان گذاشتن. ممنون، مثل همیشه. آقای امیر شوراتی برنامه هدایت کرد، سپاسگزار. جای سارا ایرانی خیلی خالی بود. سارا تمام سیستم کامپیوتری و تلفنیش در منزل از کار افتاده، نمیدونم چی شده، احتمالاً هکش کردن یا ویروس فرستادن روی دستگاه های او. هر حال جاش خیلی خالی بود. دایی عزیز ممنونم از شما. دوست دارید. ممنونم.
ای دل اگر عاشقی، ای دل اگر